به نام یاد خدا و عرض سلام، خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه افغان استریت فود ما. ای بار افغان استریت فود آمدیم در گلپاچا رستورانت او لاهوری چنه لاهوری پانچه. اینجا قرار است چولی بسیار مزه‌دار هم آماده کنه. مشتریایی که معمولا سمت ارزان قیمت میاین، اگر بخواین چولی نوش جان بکنن، میاین دینم اینجا در گلپاچا رستورانت. ما هم آمدیم که بتونم یک چیزی پیدا بکنم که بر شما جالب باشه، بخصوص این چولی را که گفتن. ما در داخل میرم ببینم که چی چیزای دیگه در اینجا آماده میکنم، اما اصل موضوع ما سر چولی هست. من اونجا لاهوری چنه را هم دیدم، من نفهم که او چی هست، اما که داخل رفتیم پیدا میکنیم که چی هست، چه رقم آماده میشه، چی چیزای دیگه میندازن، مزیش چه رقم هست، کلش باز داخل پیدا میکنیم. شما بیننده باشین. خب بیننده عزیز، من داخل هتل آمدم، همین رستوران. یک چیزی که ما متوجه شدم، تو فکر میکنی که در یک هتل آمدی در شهر در پاکستان، در یک هتل آمده باشی. چیزای بیشترشان ایندیان، پاکستان و غذای جالب جالب دیگه که در اونجا آماده میکنن، اینجا آماده میکنن. امیر رفیق ما مسئول چوله اینجاست. ماشاءالله دیگه سایکو، یعنی من فکر میکنم بیرو بار از اینا دیگه چند برابر باشه اینجا. ستره باشو ساده جوری؟ باش که مصروف از آر دهید تو صحنه که مصروف از ما مزاحمت میکنیم برش. خب خورده مزی، اما نمیفهم چه وقت بسار شاید خورد بودیم، خوردیم شاید من بود زمان که پاکستان بودیم خوردیم. حالا اینجا که پیدا میکنیش یادای امور تازه میکنه. خیلی استاد تی بیجه یک خیلی یک شاگرد تا این بگو که در جایت کار بکنه، میتونه کار کنه؟ میتونه، چرا نمیتونه؟ نم دی خورت هوه؟ زمان نم عبدالبشیر دی. عبدالبشیر جان، در چوله دس دک بو؟ او بله در دکی. تر مزیگر پر اخلاصی گی؟ دا هو مزیگر که نمانگا دری کتگوری لرو. یو سار کی سار در پینزنی مشپک باجون شروع کی گی تر دول سو پوری. وز زمانگا نور تازه چولی رازی. تر یعنی دخل اسی که تر هغه وخت پوری ولی نخل اسی گی دا ای ماشاءالله نو تاسو بیروبار تاسو تم په چوله باندې ده او بالکل دل تم سر نور شین هم ډیر دی او ول تم ولی د تاسو نور سټیکر لګیدل او چې عجیب عجیب غذایان تاسو تم خوي بالکل خا ته خوراک ده کسر رقم دی قیمتونه ده دا بس مختلفه دل ته خوراکم ده نیم خوراکم ده خوراک په سوده میا خوراک په 20 روپے ده یو ډوډۍ سره او یو خوراک به سونه کیږي یو خوراک زیت توسا شو به تاسو به تاسو واچا و یه خوراک ای ببینم چه رقم است. دا خو پارسل ده یو خوراک. یو خوراک پارسل ده. دا په کو منګا. دا خپل کور ته وړي دیګه. او درست دا کور ته وړي. دلته چې به څو خوري. اینجا اگر تنها متوجه چوله هم باشین، یک چیز دیگه هم اینجا که خودش داره که من نمی‌فهمم چی است. کیره جور میگره بینید عزیز میبینیدش در دیدی مساله ده؟ در مساله ده دیدی ما فکر شو غوڑی دیت من ده غوڑی دی خودی که منگا مساله چه وی رقم دی غوڑی کی؟ دا دی بیخ پلا مساله ده بیده تا از کور که جوڑه وی؟ درست دا منگا کور که جوڑه یعنی ای چیز را که اینجا میبینین چوله را ای را خانوما در خانه آماده میکنن از فامیلایشان باز اونا میگیرن میارن ده اینجا به فروش میرسانن خودشان نمیفهمن که چه رقم آماده میشه هم دست ده؟ درست ده درست ده تقبله نپایی که چه رقم آماده کی؟ بس دونه پت ده چه خوراک بنده خرسه ای؟ نیم خوراک ها بس پارسل زو پده پیگم دیگه ده چه اچه اوله تا بلچه به دیگه منگه غوره کندر چه؟ مخیم ذکرو کو چه پده زو نپیگم دا هم کور کی تیاری گی دیگه همین برنامه دیگه چه پزانی ما را اگر ببینی همکارا اگر بتانن بیاین که امی چوله را یا در خانه چه رقم آماده میکنن خانم ها از طبعا میفهمن همون سیستم هنرش هم میفهمن بر صورت اوز تیر تپای سو ده بیا خوراک تیر تپای پا چلوی خرپایی ده نیم خوراک یو دوڑای سره نیم خوراک یو دوڑای یعنی دیسر دوڑای مخوری؟ درست سره دوڑای مخوری ما فکر کنم چه من قاشق سره بای خوری نور نه نه دوڑای سره دا خوری قاشقی سره هم خورل دیشی اکثر خلک پدی هتل کې نور چه پیدا کیږي دی هتل کې نور موږ سره چیکن بریانی دا دال ماش تی کوفته دا لوبیا دا سیخ کباب تی اته یو یو شمل دی لاهوري چنه لاهوري چنه امدادی کنه امدادی امدادی
مون چوله ورته وایو چوله نه خود ته وای بازی وخت نه خود ورته وای نه دبل رقم دی نه خود خو بل رقم دی دبل رقم پخی کی او درست ته تیار اولم ډیر جنجال لري ډیر جنجال دی لکه سمنک غوندې سمنک دی خوړل نه نه می دی خوړل نه نه خوړل اور دلې می دی نوم خوړل می دی سمنک غوندې دی دا جنجال ډیر لري ډیر جنجال خا بر صورت ما تا زمانی که به مشتریای خود ایمی رسه چند تصویر بسیار خوب می داشته باشین از این از جریانی که دمی داخل هتل چی چیزای آماده میکنم می داشته باشین باز ما خوراک میگیرم میبرم باز به شما طعمش میگم چه رقم هست خوب است تا زمان شما هم تصویرا رو داشته باشین خب بیننده عزیز دیگه حوصله مام سر آمد من گفتم باید اول نوشی جانم بکنم من ببینم مزه این چه رقم هست بر صورت من این به ما چه رقم جور میکنی خودت استاد من تا به سر رقم هچه نه بس تا اصلا با خپل خواه بانی تا خپل خواه خبانه من تا یا کاسه جور میکنن نی؟ پیو کاسه بانی یا خوراک یا خوراک تاسو لوازه اکیوا دشه توفا اگای اگای یک چولی خب یک چیز دیگه که ما متوجه شدم باز ما امور تصویر حتما شما امیل از سیل دارین این چیزی که بر ما آماده کرده یک تصویر دیگه که ما بر شما امیل از سیل دارینش چای کشمیری است او هم نوشته کرده توفه یخنی نصر رقم قضیه ده یخنی توفه خاص خب اگر سوک چه غوری یخنی نوشی جان که ورسره به چای کشمیری ده چای کشمیری ده خب یا منگ تست توفه ده تاسو تا با توفه آماده کو کنه من اینا رو میرم ایره نوشی جان میکنم باز به شما میگم چه رقم مزیش جالب دیست دی داخل هتل که بی یک رقم کل بگه تو فقیرانه فقیرانه جور کرده بسیار مقبول جور کرده تو یک دیزاین وطنی داده برزی وطنی بالکل هم دیر زیت منه نه زبا داورم زان سره سنگه بلکل شما بین امرای ما میره نوشو جان میکنم دل شما میفهم که او اسیره که میبینین بازی که وقت نوشو جان کدوم باز زیادتر او میشه دلتون بیننده باشین خب بیننده عزیز ما اصل قضیه یا موضوع ما سر از اینمی چوله بود که من میخواستم سر از این خانه هتلی آباد بریانی ما آورده گفته بریانی هم تهیه شده از اونمو منبعی که مثلا معمولا در پاکستان بریانی پاکستانی خورده باشی از این بریانی ها هست آجی صاحبه گفتم که ما سیر هستیم کباب هم آورده که کباب هم دیگه از اون دور آدم گوشنام نباشه اشتیاه آدم هم میاره خب بر صورت آجی صاحب ستره موشه بیام السلام علیکم نیره تاوه احمد فرهاد صحفه ام گنار ولایت ده خاص گنار و رسواله ده حکیم آباد ده کلی ماشالله تر از صداباد پوری راغل ایم صداباد پوری راغل ایم خدای دیار کل راولا چی بنگال تاوسه و بیار آش بس جوان ده غوارم نو در اتاوه چی دلتا سو مسئولیت لاری بس دلتا دلتا بس داز ما ده اندیوالان هتل ده ده مخی پسیال کورد کیو وسم یو نه مایندگی الته لري او دا دماغ وخت نزمان دیوالی او وروري ور سره و شکل بیکاره مراز مرا شکر و مدل تکیر مدي سره جالب خبره ده ده چې ما په بل بورډونه کې داسې لیکلې لات لاهوري چبلی کباب د یالته کشمیری سبز چای د یخنی توفه د ټول د مټن کړای دا شان چې زو ګورم د پاکستان کې ډیر پکې د هوټلونو کې ټول د پاکستان استادان هم د پاکستان راغلي او دا چا چې هوټل جوړ کړی ګلباچا دام د پاکستان راغلی دی د کونړ خو وخت هلته تیر کړی په پاکستان کې عمر تیر کړی عمر په پاکستان کې تیر کړی او ټول کار او دا استادی هر چی شی شو د په پاکستان کې یاد کړی دلته چې کله کله راځي چې د ډیر زړه کیږي چې باید فرمایش ورکړي یاره چې رښتیا ته مزه خو ماجیګر کې صرف دی دا دوت پتی ده پاکستان لاوري دوت پتی چې ورته وي زه خو ماجیګر کې خاص دی د پاره راځم بیا چې د سیاران دوستان انډیوالان د دکان نه را سره راځي د شمالی نه د لوګر نه بیا خاص دی بریانی او دی کباب ولا راځو مونږ دی لپاره راغلی مخکې به چې مونږ راتلو صرف دا چڼا وا چڼا لاوري چڼا دلته پخېدله صرف دی لپاره راتلو بیا د هغې نه وروسته چې کله دا بریانی او چکن کباب شروع شو
نو سانډیوالان هلته ټول فرمایش کوي چې کباب او بریانی لزو. یعنی دا دواړه به ډېر خوندور وي؟ دا ډېر خوندور دي. دا عین د سرای شمالي نه هلته زما دوکان دی، دا غځ نه چې راځو انډیوالان وایي چې هوټل لزو خو بریانی او کباب له بزو. داستان از این گلپاچه ها رستوران چه رقم است؟ من به شما میگم قبلا یک کراچی بسیار خرد بود. من آیسه بگم این رقم هایی یک کراچی بسیار خرد بود چانه. فقط چوله دیگه به قول ما شما لاهوری چوله بود دیگه. اما بعدا که مشتری ازی زیادتر شد، مردم ازش تقاضا کردن، خواست یک هتل یا کلبه فقیرانه بسیار مقبوله که همون فضا ازی حالا که یه میشینی خوشت میایه جور کرد به این شکلی که ما شیشتیم. ایتو نیست که گروپ ها من باشه و لایت ها زدگی باشه دیگه، نه. اما تو وطنی دیگه تو هر سو وطنی دو گره سادشته. الحمدلله ما سپیخیم که تاس و راشه یو دو بجو که راش و گوری بیرو بارو بی مازیگر که او گوری چه بنگ مشتری تا رسیده لینه شد علاقان یه سوک رسیده نیش نه ده چه ولی رسیده مخکنه اوتالونه ما خو اوریده لین و سابقه هتلونه چه و هلته چه دسته فضای دسته و کلاسیک و او شاته ده درمنده رو ده مملانی و ده شان اکس لگی دل در طول ده که اغا ده نه دل ده طول ارز دل ده چه خلق رایشی دسته کینی گوری بی اخپل فرمایش کهی نو ده غده غده مینو ده ورطه لگه و غده غده مینو ده چه داشت وز دسته خلق ده کشمیری چه ایس پیجنی نه پا افغانستان که زم ایران پاتیم چه دست رقم ده اوز شو بومی که تا خواهد من ما بینده عزیز من ایران مونده بودم که چه رقم از چای کشمیری حالا نوشو جان میکنم. اما یک شرط داره، هر وقتی که یخنی خوردی چای کشمیری برات میرسه. بله هم دست ده؟ میره بانی تا ایش سبتا نوشو جان بکن یه خواهد به شوقی بریانی از من خواهمانی خاطر از اینی که میره نوشو جان بکنم. ما از آیسه بسیار زیاد تشکر میکنم بر ما وقت آیسه دیر زیاد مننه دیر مننه چه قیمتی وقت ملتا آقا که اورال لیدلتا ایلکم تو نوش جان وکا ز کباب سرس جور نیو تو خو یاسه خوان زایقه خو یو گورم ام دو کار با اوکو خب آیسه لطف کردی ره بر ما داده خیره میرم من میچشم بیننده عزیز یک چیز ما براتون بگویم. ما کته می گوشت و کته کباب و کته اینا ساز نیستم. امی دندانایم دور دور است. اینه که میخوری مجبور است یک خلال دندانم کتت بگردانی دیگه. به خاطر آیسه ما کته گوشت و کته کباب. دندانم واسه گردیاره مشکل ده. خب ما اینا نوش جان میکنم. آیسه بسیار زیاد تشکر. محبت داشتیم. قربانتان. بخیر باشید. و ستاسونم یا نالای من ندا والتی. نه با خدا. بیخی مجهز شده ماله. تشکر از شما که بیننده برنامه افغان استریت فود ما بودین. غذاهای جالب و مزه‌داری را که در سایه ارزان قیمت ما پیدا کردم از جمع شما اینمی چوله بود، چاٹ بود که ما پیدا کردم، گلکپه بود، بریانی پاکستانی بود، اما یک چیزی دیگه چانه پاکستانی و همچنان چای کشمیری. من نوش جان خواد کردم تا برنامه بعدی که ما وارث مجددی با یک برنامه دیگه افغان استریت فود در خدمت شما قرار میگیریم. تا دم اعلان نگهدارتان. تا قدم نمیشه خدافیزی بکنم. بسیار مزه‌دار بود راستی راستی. من فکر میکنم آیسه اب نقی های را فرمایش داده اینیم از همش که مزداری بود یه چیزا خوده رودی بچه ها نورد نه والا سیر که باشی چیزی که میخوری که اشتایت بیاره یونی اشتا را میاره میاره چرا نه میاره من خبر میدین دال چنان چیزم بود دال ماشا به خیلی که امیالم زیاد و زیاد است بخیر باشی من داخل گلپاچه ها رستوران هستم. من گفتم من یک چیزی که متوجه شدم متوجه از اینی جا کشمیری سبز چای دیخنی خاص توفه اینجا را متوجه شدم. اما در هر طرف ازی که میبینی معمولا غذای هست که مثلا وایت قرمه که به احتمال ازید که غذای هست که اینو آماده کردن دیگه جا پیدا نمیتونی کردن لاهوری کیمه است و این همه قسم چکن کردهی شاید بیشتر جوه باشه. اما این چیزایی است که به مردم یکمه که مبهم است. اینجا گفت معمولا ما غذای پاکستانی آماده میکنیم، مثلا غذایی که زیادتر کسا دوست دارن میان نوش جان میکنن. من این پا میرفیقا صحبت نیکنن کدام تایتانیانی؟
ما خیبرم پیش هم یا اگه اجازه اینا باشه دیگه ما خالصن اجازه گرفتیم. السلام علیکم. علیکم السلام. جور بخیر. جوری. خیرتید انشالله. شما خوب هستین؟ مرا دستتانه. خیریتیست جانتان جور؟ خی شکر دی الحمدلله خبلا خی خوشحال هستی نم دیره تو هایا؟ نم احسان الله فاروقی دم احسان الله فاروقی مشتری دلتا؟ او کم زی نراغلی؟ ز د منجی داگ نراغلی ما منجی داگ آخو ارزان کمت بودخار یعنی لر دی داگ زی؟ لر بیخی یعنی سل روپی مصر پورتا کرایا کردی سل روپی تر داگ زی پر راغلی؟ بلکل والا بیشک دست مشتریان هم شتا؟ بیخی دوم را دوی تخفیف را کهی تاستا؟ او تخفیف کلا کلا کهی خا اوس دلته چراغله چشه فرمایش ورکړی خاص غپسی راغله خاص زده بریانی شوقی ما بریانی وخرم او مې بریانی شوقی ډوډۍ مړې مخړاله یو خو مخړ اوس بیا اډر ورکړی دا چې یز ما فکر میکردم ما دی وقتا دوای اشتیا میخوریم شکم بو شدیم از ما که دی زیاتر شکم بو در برابر یو باندې چرت کار کی یو بریانی مرو وخت هغه مو خوړو مزه ډیره و اوس بل وخت دی سو کال کی چې دلته راځي یاره تقریبا چې یو نیم کال کیږي دغه ځای کې زدا خوراک کوم او راځم ورته یو نیم کال ها بالکل وظیفه مزیفه خو لري او نو د وظیفه ټول پیسې براوړې هم دلته نه نه بریانی خوري د څه خو نه د سیاحت لپاره باید مونږ خوراک وکړو چې سیاحت مو کړی کچې ته مونږ سیاحت کنه وینو کاروبار نشو کولای ا به شک ده ډیر زه تمنه خیر اوسې د دې ملګری دې ټول ډیر مننه هم کاران مم ده کده ملګری مم دی وندي والان مم دی خپلوان مم دی ها سر بندار ده تاسو بالکل قلم ده سه بالکل خوشاله اوسې مننه مننه خوشاله اوسې بیننده عزیز ما گفتم امیجا که می امی کلبره که میبینیم به مردم خوشایند است این بنده خدا از کدام سر دنیا آمده اینجا به خاطر بریانی که من بریانی نوش جان میکنم نام قریه را چی گفتی؟ بودخواه کرتوی شهید مرد جواد سلورلاری جواد سلورلاری بلکل زده همومی سڑک پیجنم نور خودی خواه نمتله گرزه کنه کلا کلا ما رازا ما سر اولاد شا ملما شا او جای بس چکلا وزگار شلو بیا در تزنگو هم رازم چخو چکر میوار کدر شاه خواه چید سیده پا دوار دسترو سیده خدمت کدیم خوشحال واسه ممنون شما هم که بینین دستین.